بسیار خوب خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم با جلسه در معرفی دوره پی ام پی و هر آنچه که باید در مورد پی ام پی بدونید من محمد امانی هستم مدیر فناوران و در این لحظه به عنوان مدرس دوره پی ام پی در خدمتتون هستم امیدوارم که این جلسه جلسه خوبی باشه واسه جلسه رو خیلی کوتاه و مختصر سعی میکنم برگزارش بکنم چون جلسات متعددی راجع به این قضیه برگزار شده و بینارهای مختلفی من برگزار کردم توی یوتیوب فناوران هستش میتونید کاملا ملاحظه بکنید حتی اگر که دوست داشته باشید یه تستی هم در مورد اینکه به حال کلاس پی ام پی فناوران کلاسی که من برگزار میکنم به چه صورتی هستش حتما میتونید به یوتیوب فناوران مراجعه بفرمایید و جلسه اول ریکورد شده دوره قبلی هستش در اختیارتون دو ساعت جلسه است کامل میتونید همه رو ملاحظه بکنید اگر که دیدید که با فن بیان من با نوع تشریح موضوعات توسط من و با روند کلاس موافق هستید و علاق من بودید که حتما ثبت بفرمایید و توی کلاس ها شرکت بکنید بسیار خوب. من یه سر این دوربین رو بیارم نزدیکتر بسیار عالی خب ارزم خدمتون که پس من توی این جلسه فقط به کلیاتی که در مورد PMP ام پی احتیاج دارید میپردازم موضوعات رو واسه در حقیقت چارچوب ها و فریم ورک ها رو توی ذهنتون تبیین میکنم و ایشالله اگر که موضوعاتی که در درون خود ساختار کلاسی هستش رو خواستید بدونید به یوتیوب فناورا مراجعه بفرمایید و اونجا بتونید جلسه اول از کلاس پی ام پی دوره قبلی من رو ملاحظه بکنید اگر که دیدید که خوشتون اومدش حتما ثبت نام بفرمایید من, من همونجوری که خودم معرفی کردم محمد امانی هستم مهندس مکانیک سالها به عنوان مهندس مکانیک توی شرکت های مختلفی کار کردم آخرین پوزیشن مهندسی که داشتم به عنوان لید مکانیکال انجینیر تو شرکت اسنسی لبلین کار میکردم تقریبا بزرگترین شرکت مهندسی مشاور در کانادا هستش دزیگنیشن هایی هم که دارم به عنوان هم پروفشنال انجینیر هم به عنوان پروفشنال پراجیک منیجر کار میکنم ولی الان دیگه فعالیتی به عنوان مهندس ندارم چون بیشتر خودم رو به عنوان یک سریال انترپرنر و یک کارآفرین بیشتر میبینم شرکت های مختلفی هم دارم تو زمین های مختلف هم تو زمینه ایژوکیشن هم تو زمینه کانسترکشن که حالا در حال فعالیت هستیم و این تجربه مدیریت پروژه من توی انجام و موفقیت شرکت های من بسیار تاثیر داشته به خاطر همین هر روز واقعا خدا رو شکر می کنم که چقدر خوب شدش که من این پی ام پی رو گرفتم و چقدر خوب شد که وارد این مسیر شدم چون هر روز هر روز به این نالج رجوع می کنم و خیلی وقتا وقتی که گیر میکنم و نمیدونم باید چیکار بکنم همیشه یه جایی هستش که بتونم بهش رجوع بکنم و جواب درست رو از توش در بیارم توی کلاس ها هم سعی میکنم با توجه به این چلنج هایی که به حال تو بیزنس های متعددی که داشتم همجور که دارید میبینید می بینید مثلا توی شرکت جینیوس کم به عنوان یک در حقیقت در زمینه ادویکیشن برای بچه‌ها که مبانی مهندسی و به زبون ساده به بچه‌ها یاد بدیم از این رده داریم کار می‌کنیم تا رده ای که مثلا مثل کانفکس کانستراکشن بشه تو ہیوی دیوتی کانستراکشن تو در حقیقت بیشتر توی طراحی و ساخت پل توی در حقیقت راهسازی و توی در حقیقت اکسکاویشن دمولیشن و در حقیقت ساخت ساخت‌های های سنگین بیشتر کار می‌کنیم پس به عنوان یک کسی که واقعی این کار رو انجام داده نه کسی که فقط در موردش صحبت میکنه نه یک معلم صرف به عنوان یک کسی که واقعا هر روزه اینو تجربه کردم بهتون خیلی 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 توصیه میکنم که وارد این مسیر بشید دانش پی ام پی یک گلدن نالج هستش که هر روز استفادهش میکنید و هر چقدر بیشتر درونش فرو برید موفقتر میشید اینو به زرس قاطع میتونم خدمت رو عرض میکنم چون هر روز خودم بیشتر درکش میکنم پی یکی از چندین دزیگنیشن و سرتیفیکیت هایی هستش که شرکت پی ام آی به عنوان مجری و در حقیقت خانه پراجیکت منجمنت در آمریکاست که این شرکت چندین دوره دیگه و چندین سرتیفیکیت دیگه و چندین دزیگنیشن دیگر هم پروواید میکنه اون یکی های دیگه که ممکنه آشنا باشید یکیش ACP هستش که اجایل Certified Practitioner هستش CAPM هستش که در حقیقت کوچک شده و اینترن و پرکت، یه جورایی در حقیقت کوچک شده یه PMP هستش برای کسانی که کمتر تجربه دارن و دورای دو دیگه هم هستش اگه علاقه بودید که بیشتر بدونید حتما به PMI.org رجوع بکنید اونجا به تفصیل توضیح داده شده در موردش من تو جلسات دیگه هم توضیحش دادم خاطر خیلی واردش نمیشم زود میخوام برم سراغ اصل مطلب در مورد پی ام سرتیفیکیت یادتون باشه پی ام اولا که در جهان به عنوان معروف ترین سرتیفیکیت که راجع به پراجیک منیجمنت هستش معرفی شده بیش از یک میلیون نفر در جهان پی ام پی سرتیفاید هستن به همین علت هر کجا مخصوصا توی شرکت هایی که در حقیقت توی نورس امریکا هستن به هر شرکتی برید و بگید که پی ام پی دارید هم خیلی احترام میذارن همین که ارزشش رو میدونن همین که توی مسیر شغلی شما خیلی اثر مثبتی میذاره کسانی که به عنوان کارمند الان دارن کار میکنن تو شرکت های مختلف میتونن با درخواستی که به مدیر بالا دستشون میتونن ارائه بدن اعلام بکنن که میخوان بر در مسیر گرفتن پی ام پی قدم بردارن و میخوان بیان توی شرکت های مثل شرکت فناوران یا شرکت های دیگه ای دوره رو بگذرونن معمولاً تق... حالا اینو یعنی که دارم بهتون میگم معمولا یعنی اینکه یه گود پرکتیس یعنی حداقل 80 درصد مواقع جواب مثبت بگیرید از طرف شرکتتون که حتی هزینه های این دوره ها رو هم کاور بکنن اینم یادتون باشه به حال پیم... کسی که PMP ام پی هستش توی هر سازمانی حتما با خودش یک ولیو زیادی رو میبره این ولیو ها نه تنها روی مایندست ها هستش بلکه روی نوع گفتار روی نوع دید به پروژه و اون مایندست اصلی پروژه محوری که باید توی ذهن شما شک بگیره که چجوری یک پروژه رو اصلا شروع بکنم چه کار بکنم چجوری پیش ببرمش بر اساس یک استانداردی که کاملا درست هستش خب خیلی اپریشیت میشه از طرف همه ارگانیزیشن هم برای اینکه پی ام پی بگیریم خب خیلی سوال میپرسن آقا پی ام پی میخوایم بگیریم چه در حقیقت بک‌گراندی باید داشته باشیم دو تا حالت داره یکی اینکه یه بچلر دیگری داشته باشید یعنی یه لیسانس یا بیشتر حالا دیگه مهم نیست بیشتر حتی فو لیسانس یا پی داشته باشید فرقی دیگه نمیکنه اگر که چهار سال سابقه در حقیقت دانشگاهی داشته باشید که لیسانس گرفته باشید به علاوه اون باید سی ماه در سیستم های پروژه محور کار کرده باشید حالا اینجا نوشته به عنوان leading projects حالا لید کردن یک معنی که میده نه که specifically حتما project manager باشید حتی به با عنوان project engineer به عنوان project coordinator و کسانی که در داخل محیط پروژه هستن میتونید اقدام بکنید و هیچ مشکلی نداره خیلی از من سوال میپرسن که خب این سی و شیش ماه آیا میتونه تو ایران هم باشه؟ بله تو ایران هم کاملا قابل قبوله فقط یادتون باشه سی و شیش ماهی که داره گف... گفته میشه حتی اگر تکه تکه هم باشه هیچ اشکالی نداره فقط با طی سال گذشته اتفاق افتاده باشه یعنی تو هیس سال گذشته تو یک محیط پروژه محور اگر کار کرده باشید شما حائز شرایط دقیقا اولیه امتحان پی ام پی هستید علاوه بر این قضایی این دوتا موردی که خدمتون عرض کردم مورد سومش سی و ساعت ایژوکیشن آفیشیال شما احتیاج دارید چه به عنوان کسی که میخواد برای PMP اقدام بکنه چه به عنوان کسی که برای CAPM که همجور که بهتون گفتم PMP ام پی هستش و ردیه اینترن هستش هر کدومشون که دلاتو خواست بخواد اقدام بکنید شما به هر حال باید چندین ساعت آموزش آفیشیال داشته باشید این هم آموزشی هستش که شرکت فناوران براتون فراهم میکنه با حضور توی کلاس های ما سرتیفیکتی که بهتون داده میشه در حقیقت این قسمت رو هم فولفیل میکنه حالا بعضی از دوستان لیسانس ندارن. میگن آقا ما لیسانس نداریم میتونیم اقدام بکنیم بله اگر که لیسانس نداشته باشید و فقط یک دیپلم داشته باشید همینجور که ملاحظه میفرمایید در این قسمت باید سابقه کاریتون به جای 36 ماه 60 ماه باشه و تنها فرقش همینه آیا لیسانسی که من میگیرم مهمه که لیسانس هم مثلا لیسانس ادبیات باشه یا لیسانس مهندسی با تقدم باشه همجوری که میبینید هیچ فرقی نمیکنه به این علت که خیلی از قسمت هایی که ما فکر میکنیم پراجکت منیجر منیجمنت در حقیقت راجع بهشون هستش این هستش که فکر میکنیم همش این پراجکت منیجمنت راجع به ساخت و در که یک باور بسیار غلط هستش که البته در موردش حتما خدمتون صحبت میکنم یادتون باشه با هر بکگراندی که باشید این نالج به درد شما میخوره و حتما روش حساب بکنید که میتونه توی زندگیتون کمکتون بکنه تو همه ارسا اینو حالا با هم دیگه میبینیم ما من پرووی دارم که به حال با سالها دارم با بچه ها کار میکنم کسانی که اومدن تو کلاس های من کسانی که پی ام پی شدن کسانی که واقعا خیلیشون استراگل میکردن که یک کار پیدا بکنن توی کانادا الان خیلیشون هستن مدیرای ارشد شدن در حقیقت حقوق خیلی خوب و شیش رقمی میگیرن و یعنی که ست هزار دلار به بالا میگیرن و زندگی مرفهی پیدا کردن خیلی کمکشون کرده حالا در مورد مزایای دیگه پی ام پی هم خدمتون عرض خواهم کرد بسیار خ... اگر اجازه بدید پس این قسمت رو هم میرم صفحه بعدی یه درخواست من ازتون دارم برای اینکه یه ذره بیشتر با پی ام پی آشنا بشید خب خیلیتون میدونم که جویای کاری اگر که زحمت بکشید و توی گوگل همین الان برید تو وارد صفحه وارد سایت ایندید بشید و یک سرچ ساده بکنید توی ایندید یه سایتی هستش که همتون شاید بشناسید سایتی هستش که برای پیدا کردن کار در حقیقت امپلویر ها اونجا میذارن توی سایت ایندید اگه که لطف بفرمایید اگر که لطف بفرمایید و یک سرچ بکنید میبینید که فقط پی پی رو سرچ بکنید سرچ بکنید ببینید توی هفت روز گذشته چند تا پوزیشنی که پی ام پی رو میخواد یا پی ام پی میتونه است باشه واسش یعنی ایجاد شده باورتون نمیشه شاید اینقدر جالب باشه حالا من سایم تایم منو همزمان با شما این در حقیقت داستان رو انجام میدم تا شما نگاه بکنید و ببینید که اهمیت این دزیگنیشن چقدر بالا هستش همجور که میبینید من تو صفحه ایندید توی تورنتو دارم سرچ بکنم پی ام پی توی هفت روز گذشته فقط ببینیم که با همدیگه چند تا جاب هست همینجور که دارید میبینید 161 جاب توی هفت روز گذشته تو 25 کیلومتری از تورنتو که حالا با اون دایره که در حقیقت درست میکنه این دید برای خودش پوزیشن های مختلفی وجود داره که پی رو میخواد به عنوان یکی از ریکوایرمنت های خودشون یا به عنوان اسست اپلیکیشنشون میخواد با همین پی رو جدی بگیرید پی ام خیلی میتونه توی کار پیدا کردن بهتون کمک بکنه بسیار خوب توی در حقیقت مسیر پراجیکت منیجمنت یک نکته ای که خیلی 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 مهمه اینه که پراجکت منجر به عنوان رهبر یک ارکستری که در داخل پروژه وجود داره که همه آدم ها تمام اون تولس ها تمام اون وسایل رو با همدیگه هماهنگ میکنه تا یک نوای مناسبی به گوش در حقیقت کلاینت برسه اصل کارش توی کامیونیکیشنه و کامیونیکیشن سکیلز و سکیل گفتاری ارتباطی بسیار مهمه در حقیقت بر اساس استاندارد پی ام باک 90 درصد تایم پراجیک منجر ترو کامیونیکیشن میگذره یعنی فقط صرف کامیونیکیشن میشه پس یاد اون باشه توی این کلاس این قسمت ها میتونه کمک شما بکنه یکی که کامیونیکیشن اسکیل شما به شدت رشد میکنه این اسکیل مهمترین اسکیل پراجکت منجره خیلیاتون تو ایران پراجکت منجر بودید البته در مورد این که تعریفش توی ایران چجوری هستش و توی کانادا چجوری هستش هم با همدیگه در مورد صحبت بیکنیم ولی خب خیلیتون پراجکت منجر بودید توی ایران ساختمون می ساختید رهبر تیم آیتی بودید بیزنس های خودتون رو داشتید خیلیاتون تو تو های مختلفی کار کردید زبان فارسیتون خب کاملا مسلط بودید راحت بودید توش و هیچ موقع مثلا دوچار مخاطره نمی شدید ولی وقتی که حالا اومدید توی کانادا خب مشکل دارید خیلیاتون نمیتونید به اون راحتی که توی ایران میتونید صحبت بکنید با کلاینت با بقیه استیکولر با بقیه آدمایی که در داخل پروژه بودن بتونید گپ و گفت بکنید نه. چونه بزنید نگوشیت بکنید کانوینسشون بکنید و متقاعدشون بکنید که پروژه رو به شما بدن خب خیلی وقتا این اتفاق نمیفته ادبیاتی که توی این کلاسیات میگیرید شما رو خیلی کمک میکنه که به صورت پروفشنال بتو... بتونید با آدم های مختلف در داخل پروژه صحبت بکنید و نتایج خیلی مثبتی بگیرید ازش پس یادتون باشه تمام این دانشی که دارید داری یاد بگیرید کاملا اپلیکیبل توی ورکتون هر روز میبینیدش هر روز لذتش رو میبرید که این قسمت رو یاد گرفتید و قسمت بعدی برای دوستانی که جویای کار هستن یادتون باشه خیلی توی اینترویو ها که البته اینم اشتباه نوشته شده باشید و توی اینترویو ها خیلی 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 میتونه کمکتون بکنه چون یک ادبیات فاخر یک ادبیات پروفشنال رو بهتون اضافه میکنه شاید بیش از هزار تا کلمه رو تو طول این دوره به ادبیات انگلیسیتون اضافه میشه و وقتی دارید به کارش میبرید اون طرف مقابل مطمئنا خیلی بهتر متقاعد میشه راحتتر متقاعد میشه که شما رو به تیم خودش اضافه بکنه این هم از این قسمت بسیار خوب. بریم توی صفحه بعدی معذر بخوام خب یادتون باشه PMP یه دزیگنیشن بسیار سخته دزیگنیشن اصلا راحتی نیست ولی وقتی که میگیریدش خیلی از درها بازتون باز بشه یکی از چیزهایی که من خودم به حال به عنوان کسی که دوره چندین باره که درس میدم الان بهش کار کنم نزدیک که 15 بار باره که دارم درسش میدم توی این دوره تو این دوره ها اینو احساسش کردم و خیلی راحت اینو فهمیدمش چون که ما مباحث زیادی رو توی PMP ام پی کاور میکنیم معمولا بعد از اینکه اون شخص که داره ترین میشه دوره رو تموم میکنه اگر بخواد به عنوان اجایل سرتیفاید پرکتیشنر یا اسکرام مستر بخواد اپلای بکنه و امتحان رو بده درجا قبول میشه یعنی این دوره پی ام پی حتی این دو تا دوره رو تقریبا کاور میکنه من دارم تقریبا میگن تقریبا مثلا در و 95 درصد ولی به هر حال به اندازه قبولی امتحانش به شما نالج میده خب این خیلی زیاده یادتون باشه پی ام پی یه دزیگنیشن خیلی بالادستیه که خیلی از قسمت های پروژه های مختلف رو کاور میکنه یعنی از پروژه های ساختمونی گرفته تا پروژه های خیلی کامپلکس مثل پروژه های که توی لبراتوارا در حقیقت کریت میشه مثل پروژه هایی که به عنوان یک استارتاپ شما یه بیزنس رو حتی میخواد راه اندازی میکنه. توی خیلی حوزه های مختلف جواب داره خیلی وقتا راه حل داره واسه به همین علت اون میزان گستره ای که کاور میکنه خیلی زیاد یعنی خیلی وقتا تو حوزه ساختمونی ما صحبت میکنیم خیلی وقتا تو حوزه آی تی صحبت میکنیم و بچه هایی که از حوزه کانستراکشن هستن مثلا آی رو اصلا متوجه نمیشن و شاید برعکسش از سمت آی هم همین اتفاق بیفته یعنی اون محیط اجایلی که توی سیستم های در حقیقت نرم وجود داره به شما اینو آموزش میده تو سیستم های استارتاپی حتما اجایل استفاده میشه حتما اونو بهتون یاد میده تو سیستم های طول بیزنس که خیلی وقتاش به اجایل رب داره بهتون اونو آموزش میده در این حال پروژه مثل پروژه های ساختمونی پروژه مکانیکی پروژه های الکترونیکی پروژه های خیلی کلاسیک رو هم کاملا کاور میکنه پس یادتون باشه شما انشالله پی ام پی که شدید بعدش میتونید داون دی رود به سمت پورتفولیو منیجمنت به سمت پروگرام منیجمنت به سمت ریسک منیجمنت هم حتما برید ریسک منیجمنت هم یادم رفته تو بگم و انتهای دوره من حتما میتونید این آر پی رو هم راحت امتحان بدید و قبول بشید چون ریسک منیجمنت هم یک دزگنشن خوب دیگه هم هستش ولی در کل بیاد ببینیم حالا تو این دوره‌ای که ما داریم در حقیقت در مورد صحبت کنیم چه چیزهایی رو من به شما در حقیقت دلیور می‌کنم اون چیزایی که من پرامس میکنم و قول میدم که حتما توی این دوره محقق پیدا بکنه اینه که من فقط به عنوان یک اینستراکتور و یک کسی که بیام یه سری مطالب رو بهتون درس بدم برم کار نمیکنم در حقیقت من هم کوچتون میکنم هم منتورتون میکنم هم سعی میکنم تو طول مسیر پا به پاتون بیام خیلیاتون خیلی ضعف دارید توی قسمت های مدیریت پروژه شاید کار نکرده باشید زیاد از نظر دانشی قوی نباشید خیلی توی این مدت ممکنه که مثلا به حال کلاسایی رو از دست بدید مطمئن باشید که هم سعی میکنم که به کلاس برسونمتون هم به عنوان یک دوست خوب همپاتون باشم یعنی که تو طول مسیر باتون پا به پاتون بیام یکی اون در مورد پروفشنال لنگویجی که توی این کلاس به شما داده میشه خب چندین بار صحبت کردم قسمت مهمی که به نظر من مهمترین قسمت این کلاسه, این کلاسه این که به شما یک دیپ اندرستندینگ بهتون میده اکثر کلاس ها کلاس های خیلی مشابهی هستم اینستراکتور میاد توضیح میده و میره من به حال به این علت که هم توی اینداستری الان دارم کار میکنم به عنوان مدیرامل، به عنوان پورتفولیو منیجر به عنوان اپریشن منجر تو بیزنس های مختلف دارم کار میکنم میتونم و با به حال سابقه تقریبا 14 15 ساله ای هم که دارم هم توی ایران هم توی کانادا تو شرکت های بزرگ تو پروژه های بزرگ داشتم میتونم اون در حقیقت اکسپریانس خودم با شما شیر بکنم و کمکتون بکنم یک فهم کاملا عمیق پیدا بکنید راجع به پراجکت منجمنت که این خب قسمت سخت ماجراست به یه بار و دو ده بار شاید اتفاق نیفته انقدر این ایتریشن و این حلقای یادگیری انقدر باید تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه تا واقعا توی ذهن شما کاملا بشینه این اتفاق مطمئن باشید که میفته حالا دوستانی که توی دورای قبلی ما بودن تستمونیال ها هایی که دادن چیزایی که نوشتن تو گروه های مختلف حتما میتونید ملاحظه بکنید حتما این اتفاق براتون میفته این شعر ری لایف experience یکی از قسمت هایی هستش که چون ما هر روزم اکثرا چلنج های مختلفی دارم توی جلسات مختلف با تجربیات جدید موضوعات مختلف حتما میام توی جلسات میگم امروز توی شرکتمون چی شد امروز پروژه‌مون چجوری پیش رفت چلنجاش رو با همدیگه بررسی میکنیم خیلی وقتا توی تست هم این کار رو میکنیم که at the same time نگاه بکنید و متوجه بشید که تست هایی که توی project management و PMP در حقیقت تهیه میشه و توی آزمون از شما امتحان گرفته میشه همشون رفلکت واقعی آن چیزی است که توی ریل لایف در حقیقت استفاده میشه که خیلی از دانشجوان خیلی از دوستان تو اولش باورشون نمیشه مثلا میگن نه خب این یه امتحان و اون چیزی که تو واقعیت فرق میکنه اصلا فرق نمیکنه اتفاقا خیلی وقتا که تست و تازه متوجه میشید که کجای کار رو نمیدونستید و این unknown unknown ها این چیزایی که خودتون نمیدونید که نمیدونید بهتون توی کلاس یه آها مومنتی میاد که میگه اه آها اه پس میشد یه همچین شکلی هم فکر کرد این قسمتش قشنگترین قسمت ماجراست که تازه توی ذهنتون یه سری قسمت دریچه های تازه باز میشه که اصلا چجوری میشه به پروژه نگاه کرد چجوری میشه با نیروها در حقیقت پوینت های جالب تری رو شیر کردش و قسمت بعدی که ما توی این کلاس کار میکنیم که فرق خیلی زیادی داره با قسمت در حقیقت کلاس های دیگه که توی این رده هستش این هستش که من پراجکت داکیومنت رو به صورت واقعی و ریل با تو میارم شیر میکنم نگاه میکنید و حتی نوع استفادهش رو بهتون میگم خب این قسمتی هستش که خیلی اپلیکیبل کردم و دقیقه کاربردی کردن مدیریت پروژه است که خب خیلی از کلاس این تعهد رو نمیدم ولی من تعهد رو میدم که حتی این کار رو انجام بدم توی کلاسمون برای اینکه بتونید موفق هم بشید در انتها در نظر بگیرید یادتون باشه این کلاس دو تا بخش داره و کلا مدیریت پروژه‌ای که دارید شما توش قدم برمیدارید و حالا افتخار دارید و الان توی جلسه حضور پیدا کردید یادتون باشه دو تا تیکه داره یه تیکه اینه که نالج و در حقیقت سوادتون رو راجع به مدیریت پروژه و در حقیقت بیسیک و پایه های مدیریت پروژه زیاد بکنین که این کلاس اون کار رو انجام میده یکی دیگه اینه که توی امتحانش قبول بشید که اون یه فرایند تست زدن و حقیقت اون نالج رو اپلیکیبل کردن در داخل تست هستش که خب اون یک تیکه دیگه است این کلاس هدفش تستنی نیست این کلاس هدفش در حقیقت خود امتحان هست ولی نه به عنوان گل اصلی گل اصلی ما اینه که اون 35 ساعت آفیشال ترنینگی که شما احتیاج دارید برای اینکه تازه الیجیبل بشید تازه حائز شرایط بشید که بتونید امتحان رو بدید خدمتتون ارائه بدید ولی من چون دوست دارم که بیشتر کمکتون بکنم حتما توی کلاس تست هم حل میکنیم بهتون نوع تستنی باید ها و نباید های تستنی رو هم حتما اون. میگم که بتونه در حقیقت باعث موفقیت بیشترتون توی این کلاس بشه در کلیهاتون باشه این که میگن بعضی میگن میپرسن از من که خب مدیریت پروژه به درد کی میخوره این ذهنیت غلط رو از ذهنتون خارج بکنید که مدیر پروژه یعنی کسی که ساختمون میسازه ساختمون سازی آسون ترین کم در حقیقت نه با لوترین نوع کامپلکسیتی پروژه است چرا چون از روز اول تمام موضوعاتی که راجع به ساختمون و کانستراکشن و این حرفا وجود داره همه چیز دیده شده به این نوع پروژه ها میگن پردیکتیو یعنی پیش بینی پذیر یکی از قسمت هایی که این دوره داره حتما پیش پیشبینه... پروژه پیش بینه پذیر اول پروژه پیش پذیر پروژه آسونی هستن پروژه های سختی که به سمت کامپلکسیتی بالا که به سمت پروژه اجال همبیره هم بیره، اونا هم وجود داره خیلی انواع و اقسام پروژه رو در موردشون صحبت بیکنیم از پروژه های دیتا سنتر پروژه های نرم افزاری پو... راه خود بیزنس و و, و... پروژه‌ای که خیلی میتونن ذهنیت شما رو باز بکنن و آماده بکنن به همین علت یادتون باشه مدیران عامل کسانی که استارتاپ لیدر هستن حتما این دوره به دردشون میخوره کسایی که بیزنس اونر هستن پزشکن رفتن یه دونه دفتری باز کردن میخوان سالن زیبایی را بندازن نمیدونم حساب دارن میخوان بیان یه دونه اکاونتینگ فرم را بندازن یه سلف امپلوید مثلا یه انرژی ادوایزری هستش که لایسنسش رو گرفته سلف یه بهکار تکنشین که بیزنس خودش رو میخواد را بندازه منیجر ها کمه کسانی که توی محیط پروژه محور دارن کار میکنند، مثل آرکیتکت ها که آرکیتکت ها در آم، آم، کانادا به عنوان مدیر پروژه معمولا رفتار میکنند. انجینیرها ها تمام پراجکت منیجر تو حوزه های آیتی تا یعنی دوتا سرحد رو دو دارم بهتون میگم که همه این دوستان میتونن از این کلاس استفاده کنن کسایی که پراجکت کوردینیتور هستن پراجکت اسکیجولر هستن و هر عنوان پروژه محوری دارن حتما این کلاس به درشون میخوره با سرچ کردن توی ایندید میتونید تایید این صحبت منم ببینید یعنی نگاه بکنید میبینید پراجکت اسکیجولر رو سرچ میکنید نگاه میکنید اون پایینش نوشته که PMP ام پی an asset ان خب پس این یه امتیازه در حقیقت اگه توی مقام مقایسه شما با یک نفر دیگه ای همه شرایطتون یکسان باشه اون کسی که PMP ام هستش حتما از شما پیشی میگیره و جاب رو میگیره به همین علت با PMP ام شما یه جورایی اسپاتلایت در حقیقت اون ریکروتینگ ها رو میندازید انگار روی رزومه خودتون تا رزومتون بیشتر دیده بشه توی کانادا و آمریکا, آمریکا یادتون باشه آرکیتکت کسانی هستن که مدیر پروژه هستن توی ایران بیشتر سیویل انجینر ها بودن ولی خب توی کانادا بیشتر آرکیتکت ها هستن اون حتی میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد پی ام پی و اسکرام خیلی ها میپرسن اسکرام مستر ما میخوام بریم اسکرام مستر بگیریم پی ام پی چیه خیلی از شما که اسکرام مستر دوست دارید بگیرید کیا اسکرام مستر میگیرن معمولا بچه که به سمت آیتی هستن حتما خوبه که بگیرید حتما به درد بخوره ولی یادتون باشه اسکرام مستر نسبت به پی خیلی دزیکتشر کچکتریه اگه پی ام بگیرید به راحتی میتونید اسکرام بگیرید ولی اگه که اسکرام بگیرید خیلی باید تلاش بکنید تا برسید به حدی که بتونید پی رو بگیرید اینم یادتون باشه در مورد تعریف پروژیکت منجر خب به حال یک تعریفی اینجا وجود داره حالا من این اتفاقا این تعریفش کامل براتون میخونم ممکنه بعض کلماتش رو ندونید ولی خب بدونید که توی این کلاس سواش که واردش بشید با ادبیات پروژه محور کاملا آشنا بشید پروژیکت منجمنت از the process of leading the work یعنی پروژه رهبری کردن در حقیقت کارهاست of the team کارهای تیم to achieve all project goals within the given constraint توی اون constraint و شرایطی که پروژه گذاشته شده constraint های پروژه و محدودیت های پروژه معمول است تا چیزه یک به همون میگن چه کار بکنیم بهش میگن scope of ورک دو به همون میگن که تو چه schedule و چه تایمی رو انجامش بدیم که معمولا با واژه ددلاین شما بیشتر اینو میشناسیدش سوم این که تو چه ب... چقدر بودجه داریم این سه تا همزمان منیج کردنشون کار سختی چرا چون سه معادله و سه مجهوله اما تو دید بزرگتر اگر نگاه بکنید پراجکت منیجر با 9 تا دقیقاً نالج و نه تا پارامتر که نه تا دا مجهول داره به شما میده کار میکنه اون نه تا مشهول چیه با سکوپ کار میکنه با اسکیجول کار میکنه با کاست کار میکنه با کوالیتی کار میکنه با ریسورس کار میکنه با کامیونیکیشن کار میکنه با ریسک کار میکنه با قسمت پروکیورمنت کار میکنه با قسمت استکولرام کار میکنه این نه تا مشغول یه نالجی داره پروژه منجر که چجوری تمام این نه رو بتونه همزمان تو ذهن خودش معادلاتش رو حل بکنه تصمیم درست بگیره بهش میگن اینتگریشن یعنی نالجی که بتونه بقیه رو به همدیگه بچسبونه و روش تصمیم بگیره به همین علت یادتون باشه پراجکت منجر را تو دید کلی تو هر رده ای بالاترین رده حقوقی تو تمام, تمام رشای مختلف میگیرن یعنی تو بالاترین رده ها معمولا سی ها خودشون به ذات پراجیکت منجر یعنی یه پراجیکت که الان توی او الان داریم فکر میکنم از پولی که سمت گاورمنت کانادا بالاترین رده حقوقی که به یه نفر داده میشه دقیقا سی او او پی جی هستش بکنم بالا یک میلیون سی هزار حقوق میگرفتش که البته به صورت پابلیک هم هست میتونید سرچ بکنید یعنی مثلا شما سی او دقیقا گوگل سی او فیسبوک و و بقیه این شرکت های قور رو در نظر بگیرید همشون فاندامنتالی ذهنیتشون ذهنیت پراجیک منیجمنت هستش پروژه توی در حقیقت به صورت کلی خب سه تا حالت داره یکی به صورت واترفال یا همون روش ترادیشنال یا همون سیستم پردیکتیو هستش که نمونه خیلی بارز سیستم های دقیقت ساختم، ساختمون سازی هستش سیستم های اجایل هم که بچه های آیتی و دقیقت سافتور دیولوپر حالا من این سافتور دیولوپر ها میزن چون با موس میزنم بدخط میشه خب دو تا سرحد ماجراست تمام این قسمت ها تمام این قسمت هایی که شما دارید میبینید توی کلاس پی ام پی کاملا کاور میشه یعنی شما به همه انواع مدیریت پروژه ها در حقیقت مسلم میشه توی امتحان یادم باشه امتحان چجوری هستش امتحان 180 تا سوال قدیم 200 تا سوال بود 230 دقیقه هم وقت بهتون میدن که بعدش که ان توی کلاس اومدید من بهتون کمک میکنم که چند کار بکنید با یکی اینکه برای این کل... اینکه حائز شرایط این امتحان بشید خب باید اکسپرینس هاتون رو پر بکنید شاید خو... سختتون باشه هنوز بلد نباشید نوع ریپورت نوشتن و این حرفها رو بلد نباشید توی کلاس هم تو آموزش میشه هم دونه دونه آ... تمام پرونده هاتون رو هم نگاه میکنم برای من بفرستید میخونم کامنت میذارم کمکتون میکنم که پروندهتون به سلامت حائز شرایط برای امتحان بشه یه تیکه نو... کمک دیگه ای هم که بهتون میکنم این که باهاتون هم فالاپ میکنم هم کوچتون میکنم تا این 230 دقیقه زمانی که به صورت عادی به همه داده میشه رو بتونید زمانتون رو اکسند بکنید زمان بیشتری به دست بیارید و اینشالله توی امتحانتون به صورت راحت تری بتونید امتحان بدید چون مدیریت زمانی به حال سخته این زمان رو تا نزدیک به 6 ساعت میتونیم افزایشش بدیم که به حال یه سری نام و یه سری کارهایی داره که همه رو حتما کمکتون میکنم که حتما اونم انجام بدید ولی به حال یادتون باشه 6 ساعت امتحان دادن امتحان سخت و پیچیده ای هم هستش کار هر کسی نیست خیلی از دوستان میرن امتحان میدن و اگر که بیمه ها امتحان بدید به حال 500 دلار پولتون میره 405 دلار آمریکاست برای کسایی که PMI آی ممبر هستن و همچنین که به حال 400 دلار آمریکا عدد کمی نیستش و پولتون به راحتی میتونه سوخت بشه به همین علت توی این مسیر اطمینان کردن به من به عنوان در ناخدای این کشتی و اینکه با من همراه شدن و اینکه به من تراست بکنید که بدونید که من کارم بلدم و میتونم شما رو به اون ساحل مورد نظر برسونم خیلی خیلی مورد نیاز هستش که امیدوارم که جواب اون تراست و در حقیقت اطمینان شما هم بدم توی این مسیر توی این کلاس سه تا رفرنس به تو معرفی میشه کتاب پی ام باک ادیشن 6 کتاب اجایل پرکتیس گاید و کتاب پی ام باک ادیشن هفت هستش که استاندارد مدیریت پروژه است هر سه تا کتاب در اختیارتون توسط شرکت پی ام آی قرار میگیره پس برای اینکه بخواید در حقیقت این کتاب ها رو بهشون دسترسی پیدا بکنید نمیخواد کتاب بخرید اگر به صورت پی دوست دارید اما اگه دوست دارید به صورت هارد کپی داشته باشید یه ذره اولد فشن هستید دوست دارید به صورت هارد کپی دقیق فیزیکلی دقیق دستتون باشه اون میتونید از طریق آمازون بخرید ولی تمام این کتاب ها به رایگان از طریق شرکت پی در اختیار شما قرار میگیره فقط با ممبر پی بشید یه فکام صد خورده دلار با صد و با پول بدید که اونم احتیاجه به حال پارتی از دقیقا مسیر امتحانیتونم هستش که بعدا این کتاب ها به رایگان به صورت پی دی اف در اختیارتون قرار میگیره توی امتحان پنجاه درصد امتحانتون مال قسمت پردیکتیو اپروچ هستش و این قسمت در حقیقت سنتی مدیریت پروژه و پنجاه درصد مال قسمت اجایل و سیستم های هایبرید هستش پس شایدتون باشه مخصوصا دنیا خیلی داره به سمت سیستم های اجایل و سیستم های هایبرید میره به همین علت مدیران پروژه خیلی در حقیقت بهشون توصیه میشه که اجایل اپروچ رو هم بیشتر بدونن هم باهاش راحت تر کنار بیان هم سوادشون رو بیشتر بکنن هم که بیشتر بتونن اپلایش بکنن کاربردیش بکنن درون در سازمان که من خودم به شخصه یک از طرفتراش هستم توی تمام اون سازمان هایی و شرکت هایی هم که خودم دارم در اون سازمانی تمام قسمت ها رو به صورت عجال پیش میبریم از نظر سختی امتحان بدونید امتحان پی تقریبا از تمام امتحان هایی که تو عمرتون دادید سخت داره. امتحان اصلا آسونی نیست امتحان سختی به همین علت اون دزیگنیشن و سرتیفیکتی هم که در نهایت بگیرید ارزشش ارزش بالاییه این یه قسمت یادتون باشه خیلی درس خوندن میخواد شورتکات و میان برو این حرفا نداره خیلی ددیکیشن میخواد اینکه واقعا وقت بذارید واسش و واقعا زمانتون رو ددیکیت بکنید به این قسمت آموزشی و مطمئنا حتما بنفشیاری میشه حتما منفعتش رو میگیرید از این ماجرا بعد توی ز... نهایت یادتون باشه کل این گرفتن این سرتیفیکت رو مثل یه پروژه ببینید پروژه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که استارت داره و فنش یه زمان شروع میشه یه زمانی هم باید تمامش بکنید این اوپن اندد نباید باشه یعنی باید وسط های دوره که میریم دیگه من ازتون میخوام یواش باشه که تاریخ امتحاناتون رو ست بکنید وقتی تاریخ امتحان ست میشه قشن ذهنتون متمرکز میشه روش به اون گلتون حتما میرسید کسانی که به حرف من ممکن خیلیشون گوش و به حال دورای مختلف بوده یا اساتیدی بودن دوستانی بودن که دوست داشتن با مایندست خودشون پیش برن معمولا موفق نمیشن یعنی اگر این پروژه اوپن اندد باشه و فینیشی نداشته باشه و بگید حالا میام ببینیم ایشالله چی میشه همون ایشالا ایشالا میمونه و معمولا یه حسرتی همیشه تو دل تو هستش که دورش هم رفتیم ما ولی نتونستیم اون پی ام پی رو بگیریم پی ام پی رو من کمکتون میکنم بگیرید واقعا سرتیفاید بشید این خب به حال اون قسمت منتورینگ و کوچینگی هستش که ارزش بیشتری داره به حال دورای مختلفی هستش که من دورا رو برگزار کردم همین دوستانی هم که دارید ببینید تمامشون تک تکشون PMP پی شدن حالا به حال ما دوره قبلی هستم ما دوره سوم یا چهارم دوره تست هستش تو دوره تستمون من گارانتی میکنم که حتما قبول بشید ولی اون دوره با این دوره فرق میکنه این دوره فقط فاندامنتال درس داده، تو اون یکی فقط تست میزنه تو این یکی تست داره تو این دوره ای که حالا پی ام پی فاندامنتال هستش که من تدریس میکنم 16 جلسه رو من بهتون بیسیک ها و همه فاندامنتال ها به اضافه کتاب پی ام باک ادیشن 6 رو تیکه به تیکه بهتون درس میدم به صورت لایو 6 تا جلسه یعنی اون 16 جلسه دو نیم ساعته هستش که فکر میکنم میشه 40 ساعت 40 ساعت رو اون شکلی درس میدم چهار تا جلسه دو نیم ساعت که هودن ده ساعت میشه پ... پنجاه ساعت هم در کل که د... 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 این ساعت آخرش رو پی ام پی تست میزنیم تست میزنیم که نو و ها تو دو ایت رایت و اینجور چیزها رو بهتون میگم شیش ساعت که مال قسمت اجایل هستش چون اجایل وقتی که فاندامنتال رو بلد باشید قسمت آسونیه اونا رو به صورت ریکورد شده در اختیارتون میذارم با سه تا روایت یکی دور که خودم درست دادم یه دو, تا اساتید دیگه هم هستن که درست دادن همه رو در اختیارتون قرار میدیم که کامل هم گوش بکنید ریکورد شده تمام کلاس ها در اختیارتون قرار میگیره و ایشکالا میتونید استفاده بکنید خیلی بچه هم هستن که مثلا تو مسیری که دارن کامیوت میکنن تا برسن سر کاشون خیلیشون آودیوهاش هم میگیرن تو مسیر های گوش میکنن این رفت و برگشت این ها رو شنیدن این در حقیقت رو شاید خیلی خیلی کمک میکنه که انشالله بتونید موفق بشید اگر که میخواید توی این کورس ثبت بکنید و میخواید نتیجه بهتری بگیرید چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید یک اینکه گول این پروژه چیه هدف از انجام این پروژه این در کلاس چیه هدف از انجام کلاس اینه که من بهتون اون سوادی که نیاز دارید برای مدیریت پروژه رو بدم خدمتتون همین این کلاس در برای اینه که اون سواد و اون فاندامنتال مدیریت پروژه خدمت رو داده بشه نه هدفش تستنی هست نه هدفش قبولی تو امتحان هست این دریچه اون قسمت هست ولی تعهدی روش نیست پس یادتون باشه مثل کلاس مثلا همین کلاسی که الان من دارم به صورت حالا 35 ساعته ما 50 ساعت برگذاشت بکنیم همینو مثلا توی پی ام آی اگه که خود ارگانیزشن پی ام آی ببرید تجربه ببرید مثل بوت کمپ برگزارش حالا دوستانی که با بوت کمپ آشنا هستن میدونن مثلا چهار تا آخر هفته از صبح تا شب میان تون 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 همه چیزا رو درس میدن و میرن همون یعنی یه نفر اصلا نه سوال و جواب اتفاق میفته نه چیزی یه نفر میاد تمام موضوعات رو فقط تون تا اینستراکت میکنه و میره ولی خب ما سعی میکنیم که واقعا دیپ نالج بدیم خدمتتون و همین علت اون سواد رو انتقال میدیم ولی بیش از این حد دیگه تعهدی نمیکنیم توی کلاس این رولز اند ریسپانسیبিলিتیتون خیلی مهمه اینکه اون وظایفی که به عهدهتون گذاشته میشه رو رعایت بکنید که بتونید بهترین نتیجه رو از کلاس بگیرید چون به حال دارم تو میگم دانش پراجکت منیجمنت و پی ام پی دیدید سه تا کتاب هر کدومشون حدوداً حدوداً 300 400 صفحه حدوداً دارین در مورد 1000 صفحه کتاب فقط صحبت می‌کنیم که این باید تو 50 ساعت به شما انتقال پیدا بکنه که کار آسونی نیستش به همین علت خیلی وظیفه به عهده شماست که یه قسمت هایش خودتون بخونید، یه قسمت‌هایی که تکلیف هایی که دارید، تستایی که باید بزنید، اون قسمت کاری که باید انجام بدید و انجام میدید. Follow the instructions and believe in what you're doing. دقیقاً این اعتقاد داشته باشید که اون کاری که من بهتون میگم با توجه به این سوابقی که دارم خب الان برای شما راحت تره اون اول بچه ها که میامدن خب من هنوز ترک آف ریکورد شد دو سه سال پیش اون ترک آف رو نداشتم که بخوام بهش ثابت کنم با من حرف من رو گوش بکنید واقعا موفق میشید اون کسانی که اطمینان کردن نتیجه شو گرفتم خیلی بهتون توصیه میکنم که کانسترکتیو کامیونیکیت بکنید و در حقیقت کامیونیکیشن تو خیلی مثبت باشه این مثبت صحبت کردن و مثبت کامیونیکیت کردن تو گروه های ما هم آموزش داده میشه هم من خیلی تشویق میکنم که کانستراکتیو و در حقیقت مثبت و در حقیقت در جهت پیشرفت بقیه اعضای گروه صحبت بشه تخریبی نباشه خیلی خیلی حساسیم روی این کامیونیکشن چون کامیونیکشن مهمترین چیزی که تا ابد و توی وجودتون میمونه به عنوان مهمترین اسکیل مدیریت پروژه کامیونیکیشن خیلی خیلی پر اهمیت به خاطر رو کامیونیکیشن سعی میکنیم حساسیت بیشتری داشته باشیم قسمت نهاییش هم اکت پروفشنالی ضبط کلاس ها رو به کسی ندید با کسی با کسی مطالب رو شیر نکنید پروفشنال رفتار کردن اون اتیک و اخلاق هرفه ای رو رفتار کردن و خیلی خیلی مهمه و ان یادتون باشه توی این کلاس علاوه بر حالا قضایای ایژوکیشنی که داره موضوع پیدا کردن نتورک حرفه ای هستش که همون دوستانی که تو اون گروه ها پیدا میکنه خب من به حال به عنوان یه دونه مثالش که بهتون بزنم یکی از این دوستانی که به حال توی گروه های مدیریت پروژه به عنوان شاگرد من بودن الان بیش از فکر میکنم Uh, 15 نفر از کسانی که کارمند من هستن توی شرکت کانفیکس کسانی بودن که شاگردای من بودن شریک خود من توی همین شرکت کانفیکس هم یکی از مهندس سویلی یکی از کسانی بود که تو دوره پراجکت منجمنت شرکت کرد من افتخار دارم که به حال با ایشون بودم آدم بسیار بسیار و به حال یعنی یادتون باشه این نتورکش خیلی اپ میشه فقط تو خود کلاس نیست توی جاهای دیگه حتما استفاده میکنید به حال به قول این کانادایی ها It's all who who. اصل ماجرا اینه که کی میشناسه و اون ارتباطات و اون نتورکی که ارزش داره اینو خیلی اپریشیت بکنید به تو کلاس های تست هم همونجور که بهتون گفتم من ریت 100 درصد قبولی رو دارم ولی تو کلاس های پی ام پی هم اگه کسی خودش بخواد فقط اون دوره رو بگذرونه و بره امتحان بده در کل من یه آمار حدودا سی درصدی دارم ولی خب خیلی بچه تو اون آخر دوره واقعا کامل آماده نمیشن علتش چیه؟ نمیتونم پا به پای تو کتاب، کلاس بیان جلو دو جلسه در هفته هر جلسه دو ساعت و نیم کلی کتاب دست داده میشه اینکه یه نفری که داره کار میکنه 9 to 5 کار میکنه بتونه کتابا رو بخونه خیلی سخته به همین علت بهتون توصیه میکنم بعضی کلاس فاندامنتال تموم شد حالا اگه دوست داشتید بیاید تو کلاس تست قدم تو سرچش اگر نه خودتون یه برنامه ریزی بکنید حداقل دو ماه باید درس بخونید و دو ماه دوباره از اول همه چیز رو دوره بکنید من هم تست در اختیارتون میذارم هم مطلب در اختیارتون میذارم هم ویدیوها رو تا چندین ماه در اختیارتون هستش ببینید بخونید تمرین بکنید پرکتیس بکنید و این نتورک رو با هم دیگه نگه داریم که انشالله همتون بتونید پی ام پی بشید این خب حالا کارنامه هستش که بچه های ما تو دورای قبلی داشتن Um, توی کلاسمون یادمون باشه اپروچ و ماینستی که توی کلاس ما برگزار میکنیم اجایل هستش یعنی موضوعات میتونه تفاوت بکنه میتونیم یه چیزی رو برنامه ریزی بکنیم برنامه ریزی رو عوض بکنیم به راحتی و همین علت باد خیلی کلاس به صورت شناور برگزار میشه زمانش و این حفا معمولا هیچ موقع تکون نمیخواد یعنی من تا کلاس نشم ولی تو اینکه مثلا چیو چیو چی رو اول دست بدیم چی رو دوم دست بدیم حالا چیکار بکنیم خیلی وقت موضوعات به نظر من به عنوان کسی که مدیر پروژه این پروژه هستش ممکن تغییر بکنه یادتون باشه اکسپکتیشن من اینه مینیموم دو ساعت به صورت روزانه برای سه ماه باید درس بخونید اگر که میخواید بعد از همین دوره در جا خودتون برید و امتحان رو بدید پس یادتون باشه این مقدار ساعت درس خوندن رو تو ذهنتون باشه یعنی 90 روز زب داره دو ساعت 180 ساعت درس خوندن تستدین داره که میگم به حال پرفشاره از نظر انگلیسی هم یادتون باشه امتحانش مینیمم یه آیلس 6 میخواد اگه زبانتون ضعیفه باید کلاس رو به صورت آرومتری پیش برید و از خودتون انتظار آروم کمتری داشته باشید دانشش رو میتونید به دست بیارید ولی یادتون باشه به سوالش خیلی میتونه پیچیده باشه It تایم که تو ذهنتون بشینه من سعی میکنم اینو انتقال بدم ولی مثل یه آدمی که انگار کلاس زبان نه خب بالاخره اگه تر مثلا آیلس پنج دارید تا اینکه با آیلس شیش برسید خیلی زمان میبره ولی من سعی میکنم اون قسمت های تریکی توی تستنی رو هم را خدمتون عرض کنم ولی خب به حال یکی از شاخص هایی که احتیاج برای این کار آیلس و زبان انگلیسی در حقیقت حالا که یه در حقیقت تست حالا دوستایی که میخواد ثبت نام بکنید اولا یادتون باشه تمام ثبت نام به صورت آنلاین وبسایت فناوران تشریف ببرید پی ام پی رو سرچ بکنید و وقتی پی ام پی رو سرچ بکنید این سمت راستیه که پی ام پی فاندامنتال هستش همین زرده که من در حقیقت،, حقیقت هایلایتش کردم رو روی اون ثبت بزنید و میتونید ثبت نام بکنید اگه که دوستت از تخفیف های ها استفاده بکنید ممبر فناوران بشید توی وبسایت میتونید وبس در حقیقت عضویت فناوران رو داشته باشید نه تنها توی این دوره تو خیلی از دورهای دیگه تخفیف بهتون میخوره خیلی هم مزایای دیگه هم داره حالا اگه مدارک مهندسیتون میخواد به بدید مهندس انسان بکنه ما انجام میدیم کانسالتیشن تو زمینهای تحصیلی و کاری خواستید حتما بهتون به رایگان ارائه میشه اگر که خواستید که دوره های رزومه نویسی و کاریابی فناوران رو در اختیارتون باشه به صورت رایگان در اختیارتون قرار میگیره و خب به حال مزایای خیلی زیادی هم داره توی گروه پی ام پی تلگرام فناوران هم حتما عضو بشید تو اونجا مگه هر سوالی داشتی من در خدمتتون هستم امیدوارم که جلسه جلسه خوبی بوده باشه با اگه اگر که سوالی داشتید من از اینجا به بعد کاملا در اختیار شما هستم اگر که سوالی دارید موضوعی هستش بفرمایید که من سوالتون رو جواب بدم دوستان جونا مریم خانم بفرمایید سلام اه من یه سوال افرد. داشتم در مورد اون سه سال سابقه کار بودیریت ام... که فهمیدین در هشت سال گذشته باید باشه اینو یکم اگه بیشتر توضیح بدید که فرمودید که باید پروژه محور باشه من تمام اون مسائلی که شما توی یک ساعت گفتین دارم ولی اینکه پروژه محور باشه منظورتون رو متوجه نشدم در یه پروژه مهندس یه مهندس مهندس. پروژه آها شما شما همیشه شما به عنوان یک مهندس کار میکردی؟ من تو ایران که بودم پراجکت کوردنیتر و پراجکت انجینیر بودم همون کافیه انجوانم. هر نوع پروژه مال هشت سال گذشته نیست چون من بیش از هشت سال کانادا هستم اوکی تو اینجا چی اینجا هم من تایتلم استراکچرال انجینیره ولی حتما پس محیط اینج... محیط پروژه ای کار کردی دیگه یعنی مثلا پروژه ساخت یه چیز پروژه دیزاین کردن یک کاری پرو... درسته. پروژه محور یعنی اینکه شروع و پایان داره یعنی یه تایمی هستش که پروژه تموم میشه و کلوز میشه بعد پروژه روبروی آپریشن معنی پیدا میکنه آپریشن یه چیز آنگوینگه مدام 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 اتفاق میفته مثل یه نفر که داره توی رستوران کار میکنه درسته؟ هیچ پروژه ای نداره که مدام هر روزه داره یه کاری تکرار میکنه ولی شما به عنوان انجینیر هیچ با کارتون تکراری نیست یعنی مدام پروژه های مختلفی دستتون میرسید به خاطر همین شما حتما حاضر شرایط هست حتما هست ممنون آرش شام سلام جناب همانی خوبی قربان سوال من اینه که خب بر اساس اینکه گفتین هدف کلاس فاندامنتالز بیشتر نالج هستش و تست نیست سوال من اینه که میتونیم ما مستقیما کلاس تست رو ثبت نام بکنیم اگر که سوادش رو داشته باشید تمام این کتاب ها رو خونده باشید یعنی من تو اون کلاس هیچی درس نمیدم دیگه, دیگه همش یعنی مستقیم میرم روی تست دیگه تمام قسمت ها رو باید بلد باشه اگه تمام قسمت های مدیریت پروژه رو بلد هستید کتاباش رو رفتید خوندید به حال نمیدم دورای قبلیم رفتید حتما میتونید بدید ولی اون کلاس دا میگم داستانش اینه که هیچ چیزی آموزش داده نمیشه فقط روی تست یه برنامه‌ریزی خیلی پرفشا حدودا دور دو, دو هزار تا تست زده میشه مثل یک دونده دو صد متر به یه پیکی میرسید اون تای میگیر به اون پیک میرسید امتحان رو میدید و تمام چون به حال میگم نارجش خیلی قسمتاش و فراره چون تو روزمره خیلیشون رو ممکنه به صورت مستقیم استفاده نکنید مثلا یه کانسترکشن مرجه ممکن نالج اجایل رو هیچ موقع استفاده نکنه به همین علت یعنی بررسی تست هم داره اون کلاس یعنی تمامش تست... بررسی تسته okay. تمام اون قسمت توی این کلاس هم توی این کلاس نگاه بکنید شما به هر حال وقتی میخواد امتحان رو بدید شما باید 35 ساعت آمو... آفیشال داشته باشید اگه اونو قدیم دارید پروندهتون آ... میتونه به جریان بیفته چون شرط لازم کلاس تست من اینه که ثبت نام کرده باشید آماده امتحان دادم شد اگه اون شرایط دارید از نظر من که هیچ من مسئله من دو سال ایس. پروگرام کانسترکشن منیجمنت اینجا درس خوندم گفتم پس ای... به نظر من مشکل نره فقط یاد باشه اه اه میگه بعضی از قسمتاشو من به حال خیلی از دوستان فوق لیسانس گرفتن تو پروجکت منیجمنت دورهای کالجی رفتن اومدن وقتی تو کلاس اومدن تازه فهمیدن که اصلا مدیریت پروژه چیه میتونی پای صحبت باشید گروه های پرو مدیریت پروژه ما بپرسن بچه ها چون اگه دیپ اندرسندینگ داری راجع به مدیریت پروژه تامز اپ حل حتما میتونید مستقیم تو کلاس های تست شرکت بکنید البته فقط یه کلاس تستمون خیلی همیشگی نیست یعنی همیشه برگزار میشه شاید توی سال یک یا دو بار برگزار شد. الان تو کل امسال این اولین دوره ایه که دارم برگزار می‌کنم. که همین بر... بر... برگزار میشه تست میگم مثلا معمولا خیلی شاید احتمالا مثلا سمت دیسمبر شاید برگزارش بکنیم یه دوره دیگه اونم میگم چون شاید چون خیلی راست رو بخواد تو بیانس خیلی استرس آور واسه خود من, من چون به حال تضمین میکنم که چیز بشه کلاسش پرفشاره واسه من ولی خب ما که از قدیم توی این حساب دیفرانسیل انتگرال هم قدیم ایران بودیم دست میدادیم اونا تضمیم می میگنیم حالا دیگه افتاییم دیگه کار این پی ام پی ولی خب یه ذره چیزه ولی بعض بچه ها واقعا پوش احتیاج دارم احتیاج که یکی اون ریزی باشه میکنه ترین میکنه مثلا من خودم شخصا وقتی میخوام برم باشگاه حتما پرسا ترینر میگه چون به خودم باشه نمیرم بعضی هم این شکلی هم دیگه من تو هر کسی تو یه سری کارهای این شکلی دیگه یعنی یه احتیاج یه ترینری کنارشون باشه این به درد اون اشخاص بخوره آراشا مرسی ممنون قربانت سلامت باشه میلاد جان بفهم سلام خسته نباشی سوال من در امتداد سوال دوست قبلیه من البته ثبت سبتنام کردم برای پی ام پی میخواستم واسه سیکس بدم که متاسفانه یه مسائل پیش اومد که نرفتم امتحان بدم آزمونو تازه شروع کردم دوباره مثلا اینکه خیلی بیزی بودم دوباره شروع کردم مرور کردن سوین ادیشن بعد میخواستم ببینم پیشنهاد شما چیه مثلا این کسی که سیکس ادیشن رو خونده الان خودم من پرو پراجیکت منیجر هستم دارم کار میکنم تو همین همینه و سیکس ادیشن سوین الان من خوندم کتابش و پی ام چیزی که من فهمیدم حالا به نظر میاد که 7 به قول معروف یه لول رفته بالاتر داره از بالاتر نگاه میکنه به سیکس و خیلی وارد به خانم رو جزئیات ترادیشنال پراجکت منیجمنت نمیشه حالا برداشت من این بود نه من اون در مورد ادیشن هفت یه جلسه اختصاصی کامل اومدم و توضیح دادم ویدیوش خاصی توی یوتیوب فناورا هست توی در موردش در حقیقت خواستید اونو گوش بکنید و در موردش بیشتر بدونید در مورد اینکه ادیشن 6 رو میتونید امتحان و متاسفانه امتحان ندید اشکالی نداره الان به نظر من چون محیط کلا مدیریت پروژه در جهان داره به سمت اجال میره خوبه که به حال نالجتون رو اون قسمت بیشتر بکنید در کل امتحان رو با قسمت اجال میتونید پاس بکنید اگه اجال ندونید به هیچ عنوان امتحان پاس بکنید به همین علت خیلی دانش اجال خیلی خیلی مهمه اینکه پی ام باک ادیشن 6 رو خوندید و دارید به عنوان مدیر پروژه کار میکنید خیلی مسیر در حقیقت کلاسی واسهتون ساده تر میشه اینو بهتون قول میدم ولی اونجوری نیستش که خیلی هم بازم در کل راحت باشید موافقم باهاتون فقط در خصوص این برنامه ریزی الان این دوره‌ای که الان شما هستش فاندامنتال جولای شروع آخر جولای مثلا آگوست بگیم شروع میشه و حدودا آخر سپتامبر بعد تموم بشه یا اکتبر تموم بشه درسته حدودا ده هفته طول میکشه ده هفته درسته بعد ارزم در به خدمت شما بعد تستینگ ولی به پایان این دوره نمیرسه درسته میگم نگاه بکنین تست تستو حالا توی همین کلاس من چهار جلسه اسپسیفیکلی فقط تست کار میکنم خب چهار جلسه دو ساعت و نیمه خیلیه ولی بازم بهتون میگم کافی نیست <applause> یعنی خیلی بیشتر احتیاجه خیلی ترنینگ بیشتر احتیاجه برای خود امتحان دو تا حالت داره یا شما یه آدمی هستید که خودتون میتونید سلف ادوکیت بکنید خودتون پلان بکنید و پراپرلی پروژه رو ببرید جلو من همه مسیریال رو بهتون میدم یا علی مدد خودتون برید جور. اگر که دیدید نه احتیاج دارید که یه نفر باتون قدم به قدم بیادش جلو تو کلاس تست اگر که بودش عمری باقی بودش و منم در خدمتتون بودم اون کلاس رو برگزار میکنید ولی در کل در نظر داشته باشید شما با این سوادی که پیدا میکنید همه چیز رو دارید فقط اون کلاس تست یه دور برنامه ریزی دوباره هستش و یه نکته ای هم بهتون بگم Education مثل خیلی از موارد نیستش که بشه صفر تا صد یه دفعه همه چیز رو تکمیل کرد تو ادویکیشن این شکلیه ممکنه حالا من در مورد شخص شما نمیگم من در کل عرض میکنم خیلی وقتا هستش که مثلا تو چند تا ایتریشن تو چند تا حلقه اتفاق میفته مثلا دور اولی که من درس میدم معمولا according to research که در research های educationالی به تو میگم معمولا هر دوره که تموم شما حد اکثر 35 درصد knowledge که داره convey میشه رو میتونید بگیرید حد اکثر 35 درصد حالا ممکن خودتون هم یه 50 60 درصدش داشته باشید 30 35 درصد یه مقدارش هم داره مثلا 60 70 درصد نالج رو به دست بیارید میتونید راحت بدید امتحان این ممکنه ولی یادتون باشه این 35 درصد معمولا این دیلی بعد به خودتون بدید خود یه اسراعتی به خودتون بدید یه دور دیگه دوباره تکرار میشه این موقع است که یه دفعه تا 60 70 درصد بالا میره دوباره یه دور دیگه بعد به خودتون یه دور دیگه کامل دوباره همه رو دوره بکنید یه دفعه تا 80 90 درصد میره بالا این داستان ادویکیشن این شکلی یعنی خطی نیست به همین علت می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که بهش توجه بکنید که این فاصله ها دوباره خوندن ها دوباره مرور کردن ها خیلی خیلی توی موفقیت تو تو امتحان خیلی میتونه اثر بذاره میلا جان سوالتون تموم شد یا اینکه بازم سوالی دارم بکنم میوتی بله بله تموم شد من مخلصیم حادی جان بفهمت شما سلام خب. ممنون از توضیحاتتون و سشنتون یه سوال داشتم این 35 ساعت ریکوایرمنت که برای امتحان هست شامل چیز میشه یعنی کسی که دوره MBA اینجا خونده باشه اون 35 ساعت مورد که project management، در کورس project management رو خونده اون قابل قبوله دو تا چیز هستش که خودت در نظر بگیر، اولا که خیلی از این کورس ها رو خیلی هاشون رو ممکنه قبول بکنن اگر در حد 35 ساعت باشه رو خیلی رو قبول میکنن ام. ولی در کل یاد باشه امتحانش خیلی امتحان سختی ها. فکر نکن با یه دونه اون دو کورس که گذنده میتونی پاسش کنی یعنی حتما امتحانتو حالا حتما که دارم میگم مثلا 95 درصد 97 درصد رد میشه امتحان دار خیلی امتحان سخته به اون دو تا کورسی که اونجا گرفتی و اون چیزی که بهتون تو اونجا انتقال دادن اصلا اطمینان نکن ولی اگه دوست داری مثلا ریکوایرمنتاشو بگیری خب رو میگیری ولی مثلا اگه فکر بکنی که اون کورسی که گذروندی اوکیه پس مثلا بیای سر کلاس تست هم بشینی نمیتونی بشی پسش بر نمیاد یعنی <تصفح> توش گیر میکنه چون من چندین تا تو بچهای دیگه بودن اومدن رفته بودن مثلا دورای فوق لیسانس گذارندن چند تاشو کانسترکشن منیجر شده بودن دوره پراجیکت منجمنت توی کالج گذارنده بودن یعنی کامل فقط فول دیدیکیتد یک سال رفته بودن دوره اومدن سر کلاس نمی فهمیده اصلا میگیم اصلا مونده بودم کالج چی درس بهشو میدم تو بی آنست من اصلا نمیدونم اونجا کالج ها چی درس میدم ولی اگه تو خودت کامپیتنسی و اون صلاحیت ها رو میدونی که داری و میتونی پاسش بر بیا پشت حتما با پی ام آی مکاتبه بکن مداره که تو ارائه بکن خیلی وقتا میدونم قبول میکنم بله درسته. و اینکه دوره بعدی رو میتونم چون یکم الان مشغولیتی داریم فکر کنم به این دوره برسم قربانت آره به حال اگه عمری باقی با شما باشیم که آره حتما چرا دارست. حالاً دارست. موازی نداری درسته ما الان برای این دوره که دیگه دیگه شروعش میکنیم ایشالا میره واسه انتهای فکر کنم آگست و سپتامبر و اکتبر آخر اکتبر من آخه یه پروژه بزرگم تقریبا داریم یه پروژه کانسکشن بزرگم داریم که اونور سال ببینم حالا چجوری میشه اگه بتونیم مثلا اونور توی جنوری هم یکی دیگه برگزار کنه جنوری فبریر مارچ خوب میشه چون من فکر میکنم از اپریل به بعد به مدت نزدیک یک سالی خیلی درگیر یه پروژه خیلی بزرگ بشم فکر کنم اصلا بتونم کلاس ها رو برگزار کنم امید به خدا ان شاء الله بتونم توی جنوری فوریه و مارس این دوره رو یه دوره دیگه تکرارش میکنم و یک سال آخر هم که با خود شما مستقیم میتونیم ارتباط داشته باشیم آره ایمیل همیشه تو گروه هم... تو من تو گروه پی ام پی که هستم تو فناوران تمام گروه هاشم هستم هر موقع دلت خواستش با کم آره حتما با افتخار آره قربان سرمایه‌گذاری سمیه جان سلام آقای از امانی وقتی تو قربان آقا این تست تو عوض کنه به این خانم هم میره توی قسمت پارتیسیپنت توی زوم میتونید اسمتون رو بزنید ولی خب الان اشکال هم بفهم شما تصویرتون رو فکرم روشن من اومدم آره من حالا بفهمت دخلت. واقعیتش من یکی از این دندون جلوم under construction من دیگه ترجیح دادم دوباره تصویر بستم باشه که قربان دخت بتم جان. من عزیز خدمتون من امانی هستم البته حمید شم البته اه به 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 پس فامیل پیدا کردیم قربانت خیلی ممنون من آی من من یه مقدار بیشتر نیاز به راهنمایی شما دارم یه مقدار کیس هم شاید پیچیده تر باشه من واقعش اینه که الان تقریبا حدود دو ماه نیم تا سه ماه اومدم تازه ما کانادا بعد مونترال هستم خب اینجا بحث دو زبان بودنش هم هست بعد اینکه خب تو ایران بیشتر از 20 بیش سال همش تو پروژه بودم با مپنا بودم با قدس نیرو بودم آره بعد اتفاقی که برام حالا تو بحث پی ام پی و اینا افتاد تقریبا دو سال و نیم قبل من تو ایران کلاس های آی واحدی رو رفتم علا رقم که از شهرستانم می‌رفتم میرفتم تهران من کلاس هاشو کامل رفتم آقای کتب بود که بخش پی ام باک رو تدریس میکردن بخش بعدش هم تو بحث یه دوری هم جداگونه فقط آمادگی برای امتحان و خود آقای واحدی تدریس میکردن اونم رفتم اتفاق که برای من افتاد این بود که خب من تو اون سالا یه مقدار فرانسه میخوندم بحث مهاجرت رو داشتیم بعد انگلیسی همزمان با شروع این کلاس ها دوباره شروع شد انگلیسی خوندن و اینا یه مقدار اون موقع بحث این بود که بعد از دوره پی ام پی بایستی مثلا اوپن اند نباشه سریع برین امتحان بدیم ما هم مثلا دو سه ماه خب من اه ثبت نام کردم یه بار تا... تغییر تاریخ امتحانم داشتم در نهایت رفتم امتحانم دادم و متاسفانه موفق نشدم موفق نشدم یعنی اصلا اینجوری بهتون بگم خیلی بد من شکست خوردم تو اون موضوع حالا به ایران مگه میتونن نست... امتحان بدن تو ایران امتحان دادی نه من رفتم دبی امتحان دادم اون موقع <applause> من, نمیدونم راست رو بخواید تو ایران چه جوری دست بیان <applause> تو بیانس اون چیزی که دیدم حالا من دوست از که گفتید که اصلا نمیشه که ولی اون چیزی که من دیدم بیشتر توی گروهات بیشتر سوال کار میکردن و سوال امتحانی یه جوری چیز کردن چون من چند تا گروه دیدم که سوال های امتحانی چیز میکردن که البته ما به عنوان دقیقت سرتیفاید ترینر مجبوریم ریپورتشون رو بدیم البته من ریپورتشون ندم ولی باید ریپورتشون رو میداده انیوی anyway, اینکه این که نمیدونم حالا چه مسیری اومدی و چه کردی من میگم نظر من اینه جلسه یک کلاس من که روی ریکورد شدش توی چیز هست آه. توی یوتیوب هست اون جلسه چه نگاه بکن ببین مسیری که من دست بیدم چجوریه جوری که دست بیدم چجوریه اگه دیدی که مثلا این مسیر به دردت میخوره که یا علی مدی این چیزی که من اینجا دست بیدم نالج و نالج مدیریت پروژه در کاناداست فکر نمی کنم اون دوستانی که دارید میگید این مورد رو بتونم بهتون درس بدم من تو مد... مدیر پروژه های اه اه چند میلیون دلاری داریم در مورد کانادا داریم صحبت کنیم مدیر پروژه بودم سفت سختیاش بالا پایین رو دیدم چشیدم و باهتون اکسپریانس هاش رو شیر میکنم و اونا رو توی تست بهتون نشون میدم این خیلی نکته مهمیه اونو باید نالجش رو بره درون وجودتون که بتونید واقعی متوجه بشید که تصایم ولی anyway, انیوی این حالا شما امتحان دادید قبول نشد اشکال نداره فضای سرت الان دوباره یه شروع دوباره است که به هر حال شما اگر که احساس بکنی که میخوای تو های پروژه محور کار بکنی یا علی مدن. فقط یه دو سه تا چیز هم خدمت عرض بکنم به عنوان مدیر پروژه توی کانادا تا پنج سال اول تقریبا فکرشم نکن البته بعضی ها با سمت مدیر پروژه میرن کار میکنن ولی واقعا حوزه وظایفشون مدیر پروژه نیست در حد یک کانسترکشن منجر ولی به عنوان مدیر پروژه به قول اینجایی don't even think about it اصلا بهش فکرم نکن اوکی okay? چون مدیر پروژه یه ادبیات خیلی خوب انگلیسی میخواد خیلی خوب میخواد و علاوه بر اون شناخت از بیزنس خیلی میخواد که معمولا کسی که میادش حالا هر چقدر هم دارش تکنیکال داشته باشه شناخت از بیزنس کردن در کانادا رو نمیدونه و آشنا, بودن با در حقیقت اینداستری رو میخوادش که اون هم it takes time که اون قسمت برسه به خاطر همین شما به عنوان یک کسی که تازه وارد کانادا شدید حتما باید از یک مسیری وارد بشید داخل پروژه مثل project کوردینیتور مثل پراجیکت منیجر اسیستن مثل سایت سوپروایزر مثل سایت تکنیشن یه پوزیشن های دیگه ای وارد بشید ولی نالج PMP ام کمکتون میکنه که آروم آروم اون گوهر وجودتون رو آروم آروم شیپ بدید کانادایی ترش بکنید و بتونید به عنوان پروژیک منجر داون در رود برید پس ابتدا اتفاق نمیفته. در مورد این که گفتید توی, توی استان زبان هستید یا فرانسه تو عالی عالی بکن یا از همین الان جمع بکنید پاشید بیه چون من خیلی آروم رو خیلی آروم که دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال موندن تو مونتریال نه یا تو کبک نه فرانسه یاد گرفتن همش هم مدام قر میزن که اینجا فرانسه اگه دوست ندارید فرانسه رو ببوسو و اگه واقعا میخوای اونجا بمونی صف از بهش زبان انگلیسی عالی بکن انگل... فرانسوی خوب نباشه هیچ جا جاد نیست هیچ جا نه تنها مدیریت پروژه نمیتونی بگیری نه به عنوان مهندس میتونی کار بکنی نه به عنوان هیچ چیز پس باید این به حال یک هستش که توی زندگی تو شما وجود داره حتماً به قول اینجا یا دیل بوده دیگه قشن از پسش بر بیا تمام تلاش رو بکن همت بکن که ایشالا امید به خدا بتونی فرانسه عالی عالی بکنی چون یه پایه یه و یه ریکارمنتی واسه یه در حقیقت این جاب گرفته هستش آیمان هست من یه سوالی اصلا میخوام ببینم آیا به طور کلی من که تو ابتدای راه هستم آیا شما توصیم میکنید که من الان بخوام دنبال پی, ام پی باشم یا نه الان مثلا وقتم رو صرف زبان و کارهای دیگه مثلا مثلا من اسکجول رو با پریم اورا رو مثلا خوب بلدم مثلا وقتم رو صرف چیز دیگه بکنم بعد به تدریج باید ببینی هدف گذاری چیه من اسمتون اول بپرسم چون چای... حمید هستم حمید جان اول باید کن، اول باید موضوع تو مشخص کنی بذار من اینو او. اول براتون یه دونه چیز بیارم حالا یه سه دوستان رفتم فکر کنم هم شد ولی خب اشکالی هم نداره حداقل شما استفاده کنید مرسی ببخشید خب نگاه بکنین تو بک‌گراند تامی جان کانستراکشنه یعنی سیویل انجینیر بودی نه نه من او... که اصلا چیزم ولی توی پروژه مثلا نیروگاهی بودیم از سیویل تا کامیشنینگ مثلا اوکی ولی بک‌گراند خودت چیه من خودم مدیریت صنعتی خوندم مدیریت خوندی ارزم خدمتتون که نگاه بکنید دو تا مسیر وجود داره بعضیا هستن که تو آه، حالا مسیرهایی که مثلا مثل مسیرهای لایسنس های حرفه ای هستش مثل آرکیتکت مثل انجینیر که میگم پی میشه یا آرکیتکت میشه یا مثلا میرن رد سیل میگیرن مثل دوستانی که تکنسیان هستن و ببخشیدم با مستمش سخته رد سیل میشن این آدما توی حوزه های حرفه ای با لایسنسشون کار میکنن یعنی اون لایسنس رو که میگیرن براشون کار میکنه پس اگر که میخوای موفق بشی یه لایسنس بگیر اینو کلی بهت بگم اگه میخوای موفق بشی توی زمینه حرفه ای حتما لایسنس بگیر مگر اینکه بخوای بیای تو زمینه مدیریت پروژه مدیریت پروژه هم به عنوان یه حقیقت گل در نظر میگیری ولی با یه سری پوزیشن های پایین تری ممکنه وارد بشه که همجوری بهت گفتم چند تا اولش مثلا مثل سایت کلرک هست مثل سایت سوپر هست مثل سایت سوپروایزر هستش مثل دقیقا پراجکت کوردینیتور هست پراجکت اسکیجولر هست و, و و و و و و و خیلی پوزیشن های دیگه هستش تا ایشالله برسی به سمت مدیریت پروژه اگر مسیرت و دنیاتو توی زمینه مدیریت پروژه میبینی از روز اول با پیم، دنبال پی ام پی رفتن کار عقلانیه اگه نه مسیر تو مثل پروفشنال انجینیر میبینی میبینی اصلا به سمت مثلا, مثلا, مثلا پروفشنال انجینیر میخواد بری مثلا مثل من توی کانسالتینگ فرم کار بکنی اگه مسیر تو اون شکلی میبینی یاد باشه گلدن کامبینیشن کامبینیشن پی و پی پی ولی اول باید پی انج بگیری تو همه این مواردی هم که دارم بهت میگم در کل زبان انگلیسی بسیار مهمه پس اول این با هیچ کدوم این یکی ها منافات نداره تو نمیتونی مثلا روزی نه ساعت زبان انگلیسی بخونی بگی پس من زبان میخونم پس بیا پیر کن اوکی؟ پس اگه که تو زبان تحت هر شر... شرایطی ضعیف هستش زبان تو بخون کلاس برو من اینو بتونم میگم من حتی تا سال پیش یعنی بعد از هفت سال هشت سال که توی کانادا هستم بازم کلاس زبان میرفتم چون آیلس نو no, هم بگیری بازم تو خیلی قسمت و زبانت مشکل ممکنه داشته باشه ممکنه توی پابلیک اسپیکی مشکل داشته باشید به حال بسته به رده خودت داره ولی انیوی anyway, یاد باشه زبان انگلیسی باید زبان فرانسوی تو باید تقویت بکنه انیوی این شرط لازمه شرط لازم خیلی از پوزیشنایی هم که الان اینجا بهت گفتم همین پی ام پی هست یعنی با اینکه پوزیشن های پایین تری هستن خیلیشون پی ام پی میخوان خب پس مسیرتو اول مشخص کن گل بالا دستی تو مشخص بکن بعد ببین خدا چجوری حالا ممکنه بیای به این بگی که محمد من میخوام الان برم زود کار بگیرم به این علت که از نظر هزینه ای دوچار مشکل میشم به حال خیلی از امیگرنت ها از جمله خود من وقتی که اومدم زود باید کار بگرفتم چون از نظر مالی تو به مشکل داشتم میخورم. به همین علت زبان انگلیسی تو در حقیقت زبان فرانسوی تو بشین قوی بکن اگه تو مونترال میخوای بمونی اگه میخوای بیا اینجا زبان انگلیسی تو قوی بکن و at the same time اپلای بکن واسه یه جابای جنرال چون انیوی anyway, تو با جاب تخصصی خیلی سخت بتونی گیر بیاری پریماور و اکسل ورد مایکروسافت پراجکت اینا رو بلد بودن خوبه ولی آخر سره پی که تو اینترویو قبولت میکنه این نکته خیلی ما اینو اگه دقت بکنی متوجه میشه اون قسمت های هارد سکیلت یه چیز سافت سکیلت تو پی ام پی بد میده امیدوارم که جوابت کامل داده باشه بله متوجه شدم باشه ممنونم مهندس دست در قربان گل تو درزی. چیز بکن من میدونم اولش که مهاجرا میان یه ذره تو ذهنش همه چیز فاگیه همه چیز مهالوده هی باید چیز بکنیم من اولش به میگم بس اول تو مثل مدیر پروژه در نظر بگی چقدر باید سریع کار پیدا بکنی چقدر به اون پول اون کار احتیاج داری بعض وقت هاست بودی کشتی داره غرق میشه زود بعد برم یه کاری پیدا بکنم بعد تو والمارت رو نمیدونم سوبیز و نمید هر کجا برم کار بکنم نو وریز میم کار میکنم همونجوری که خود من کار کرد البته من اونجا کار نکنم ولی باستان به حال یعنی بعد زود کار میکردم نه. یکی دیگه هستش میگه نه آقا من مثلا تا شش ماه دیگه اوکی هم تا یه سال دیگه هم اوکی هم. ولی میخوام رو پرسونال دوزلپمنت خودم سرمایه گذاری کنم نگاه بکن شرایط آدم تا آدم فرق میکنه شرایط تو بر... تو, بررسی بکن مثلا ناخدا مثلا مدیر پروژه تو ذهن خود همه رو تسلیم بکن ببین تا چند وقت دیگه میتونی رو خود سرمایه گذاری کنی چه کارهایی باید بکنی ویدیوهای فناورانه مثلا بازار کار رزومه نویسی و کاریابی ویدیوهاش خیلیشون یوتیوب uh, فناوران هست نگاه بکن خیلی دیدتون باستر خیلی ممنونم از قربانت اینشالا که منفق بشه دوستان دیگه اگر که سوالی دارید بفهمید اگرم نه که از حوزه تو خدا بزن سوال بفهمید مهران جان مهران جان بفهم صده منو میشه بله بله بفهمن. من حقیقتش اینجا تو من پی اینج هستم پی اینج تقریبا گشتیش که پی هستم و کارم هم همش با مدیر مهندسی و این چیزا بودم یعنی پراجکت حالا اون تو و کتاب پیم باید با همین با اینو من هفترش رو گرفتم و همچین بگینگی یه چیزایی خوندم و اینها ولی کن میخواستم ببینم که مثل اینکه شما یه دوره همین دوره رو به صورت چیز رو هم دارید به صورت آن اتندنت همچین چیزی یه همچین ریکورد شده هم همین دوره وجود داره اگه که دوست داشته باشید کسانی که مثلا نمیتون تو کلاس حضور پیدا بکنم میتون دوره ریکورد شده هم در حقیقت بخرم و اونو ب... استفاده بکنم آره اون, اون یکی هم استفاده بکنید اما خب من اگزه اجزام... مثلا اون اگزما خیلی برام مهمه مثلا اون اگه میشه اون قسمت آخر اگزماش رو می اومدم همین there is a ترید اف دیگه مهندس یه یه ترید اف وجود داره دیگه اون یکی ریکورد شده است قیمتش هم ارزان هر چیز ارزان خب یه سر یه هم تو این قسمت هست عوضش فلکسیبیلیتی بهتون میده زمانی که خودتون صلاح میدونید میتونید ازش استفاده بکنید به حال دوره هایبریدی که نصفش این باشه نصفش باشه ام ولی اگه که دوست داشته باشم بخواستم ببینم بشت... آره اگه این رو مثلا به صورت اون چیزی رو بگیرم چون ب... بعید میدونم تمام بتونم سر کلاس ها بیام و اینها اما مثلا اون اگزم رو اون رو بگیرم و این رو آن اتندنت رو بگیرم میدونی به اون صورت بگیرم شما من میگم یه کاری بکن اگه دوست داشتی و میبینی وقتت نمیخوره کلاس ریکورد شده ما رو ثبت نام بکن ازش استفاده کن تمام کلاساشو دونه دونهشون رو گوش بکن اد the same time با توجه به اون در حقیقت هومورک هایی که توی که کلاس مشخص بشه تا کدوم صفحه بخونیم چیکار بکنیم کدوم قسمت رو بریم تمام اون قسمت های پی ام باک ایدیشن 6 جلسه پی ام باک ایدیشن 7 اجایل تمام ریکورد شده شا. همه رو نگاه بکنی نانش خودتون این رو در حقیقت آپدیت بکنید اگه دیدی که دیگه اون کامپیتنسی براتون وجود داره که دیگه این قسمت رو کامل خوندی بعد با باعث افتخارم هست تشبیه تو کلاس تستمون که دیگه ان تو کلاس تست اپلای بکنیم اون نالهش رو با هم دیگه به نظر من ممکنه یعنی که این رو بگیرید خودتون بخونید بعد برید کلاس تست که دیگه تستمون لایو تست ریکورد شده میگه چون تست هم مدام آپدیت میشه تست رو بعد شما میتونید این امتحان ما رو با نامنگاری به تایمش من نمیتونم من کمکتون میکنم که نامه ها رو انجام بدید یعنی yani من تصمیم گیر نیستم ولی من میدونم مسیرش چجوری که میتونید اکسند بکنید تایمش چرا؟ من اصلا به اینجوری نیستم که من یه رو نیم ساعت میشینم سر یه چیزی بعد پاشم برم یه دارید <تصفح> درسته؟ اصلا نه کلا خیلی وقته که دیگه امتحان و اگزم و این چیزا ندادم دیگه آره دیگه دیگه ما هممون دیگه چل سال رد کردیم مهندس برای خب داستان داستانش اینه که دیگه این امتحانش امتحان سختیه امتحانش 600 امتحانه توی کلاس هم که میاید تمام مثلا تو کلاس تست که میاید شاید مجبور باشید چند ده بار امتحانه 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعته 6 ساعت بدید اگر که فکر میکنید اپروچش مثلاً با شما سازگار نیست بدونید که به حال این یک یعنی این چیزی هستش که باید ازتون اکسپکتیشن اصلا کلاسه یعنی یه فت چهار ساعت پنج ساعت اجاتون نمیتونید تکون بخواید کلاس امتحانشن که به صورت آنلاین برگزار میشه دقیقا همین شکلی مثلا دارید امتحان میدید کاملا صورتتون جلو باشه دارید چیز که مثلا دستتون میزد اینجا میگه که تو جلو دهنت دست میفهمه حواس 6 ساعت داره امتحان میده حواس دوباره نگاه میکنی دوباره برمیگردی میکن. یه دست رو جوری میکنی میگه دست دیگه جلو دهنت نذاریم بار آخره بهت میگم بعد مثلا یه دفعه میبینی داری با خودت یه چیز میکنی بلن بلن یه دفعه میخونی یه دفعه میبینی از امتحان قد شدی تموم شد 500 دلار رفت از امتحان اخراجت میکنه با اینکه 6 ساعته و خیلی رگولاتوری سخته وقتا همین بهتون میگم که اگه که چیز مهندس با خودت کار بکنی که به حال چند 6 ساعت 5 ساعت بتونی بشینی توی یه جا کامل فوکس و بتونین یه دونه ام، امتحان بدید ولی اینکه داری میگه 20 دقیقه نیم ست بیشتر نمیتونم تمرکز بکنم و چیزه شاید مثلا با خاطر ADHD باشه حالا اگه دوست با باید نفر صحبت کنید چون ADHD خیلی فکر کنم 90 و نباشد و هف، هشتاد درصد آدم یه رده هایی از ADHD دارد Anyway میتونید روش یه ذره بیشتر کار با ترینینگ دیگه الان همه چیزی دیگه هم همون هم دیگه میگم سن و سالی گذشت از اون دیگه خیلی کنکور این حرفا 20 تا 30 سال پیش که کنکور دادیم آخرین باری که امتحان اینجوری دادیم ولی بعد به حال امتحانش سخت و هم هم از برگزار میشه دوستان سوال دیگه ای دارید اگه که دارید در خدمت هم, هم نه خانم فروت جان من مهندس همین من سوال دیگه ای اما اسمتو تو عوض کن توی من... نمیزنی عوض آره نه رفتم از توی لینک زدم یه بار لیپ کردم رفتم از تو لینک دوباره زدم جای نیم گفتم از توی کچه هم گوش رو پایین بزن از تو عوض کن حب حب. چون زشت تو جرسه میه با اسمیت آره بگو آخ خدمت مهندس من توی سری قبل که رفتم امتحان بدم موقعی که میرفتم مثلا قبل امتحان میرفتم اصلا تس اونو فراموشش کن نمیداد چرا اونو گیر کردیم نه یه میخوام یه،, چیزی رو بفهمم راستش من موقعی که شروع میکردم تست زدن که مثلا تقریبا هر ساعتی باید دیگه پنجاتار تا رو راحت میزدم مثلا بعد از ده دقیقه یه رو یکم منو استرس میگرفت حس میکردم هوندم یا مثلا یه دونه سوال رو باید مثلا دو بار بخونم نمیدونم دلیلش آیا مثلا کم بوده نالج بوده یا دلیلش کم بوده نالج میتونه باشه بیشتر کسایی که من دیدم با, با توجه به تجربیات خودم دارم عرض میکنم زبان انگلیسی اکثرتون زبان انگلیسیات خوب نیست خوب نیست که اصلا به حد این مدیر پروژه نیست اینجا داره در مورد مدیریت پروژه صحبت می‌کنه یعنی در حقیقت یه مدیر پروژه باید آیلتسش 8 باشه مینیموم. واقعی دارم میگم برای امتحان میگم نمیگم آیلتسش 6 برای اینکه که مینیموم ریکوایرمنتاش انقدر یعنی یه مدیر پروژه باید بتونه فلوئنتلی انگلیسی حرف بزنه راحت بتونه متن انگلیسی سنگین رو بتونه بخونه متوجه بشه با یه بار دو یه بار خوندن دیگه سوال متوجه بشه ولی خب من توی کلاس آموزش این که چجوری سوال رو بخونی چجوری کلمات کلیدی رو پیدا بکنی چجوری توی دفعه اول وقتی میخونی متوجه سوال بشی و بتونی سوال حل بکنی حتما تو کلاس میدم به خب حال خیلی بچه های مشکل شما رو هم دارم. حمید خان امانی عزیز و خیلی ها دارن خیلی مشکل دارن و ما کمکش کردیم به حال چند ده نفرشون قبول شدن دیگه توی دورای قبلی تو کلاس قبلی من بودن و اپسش بر اومدم میگم من کلاس تست پی ام پی مون تضمینی صد درصد 100 درصد قبول میشن همه فقط نکتهش اینه که برای بعضی یه ذره دیرتر اتفاق میفته یه زودتر ولی برای... من هی تست میکنم تا اون و زمانی که مطمئن بشم حمید خان کی میتونه بره امتحان بده اون موقع اجازه امتحان بده. آره ولی مرس. بیشتر به خاطر زبان انگلیسی من فکر میکنم شما مشکل زبان انگلیسی دارید خودت حالا آیلتس امتحان دادید اصلا ببینید خودت رو بسنجی آیلتس آره پنج و نیم بودم همون دیگه آیلتس پنج و من دارم میگم مثلا آیلتس هفت و نیم هشت برای امتحانش به صورت دقیقت جنرال رازمه ولی اگر که دوره تست یا دوره مثلا ترینینگ خاص بری اون موقع فرق میکنیم ما داریم امتحان رو حک میکنیم داریم امتحان داریم یه جوری انجام میدی، specifically و targeted واسه اون امتحان که چجوری پس اون تست بر وگرنه آیلس پنج و نیم برای این, برای این پوزیشن و برای این امتحان خیلی کم حسابی همینجان زبان درست میفرم مهندس من واقعیتش بعد امتحان تقریبا دو ماه سه ماه بعدش با یه استاد دیگه تو ایران صحبت کردم یه تست نمونه به من داد یعنی مثل امتحان من چهار ست نشستم از دویستا حدودا هشتا نوت تا سال درست زدم ولی خب بعد در نهایت ایشون به من گفت کنم نالجت کمه ولی من حقیقت شک داشتم یعنی فکر می کردم من تو نالج زیاد گیر نداشتم بیشتر همین روز زبان یعنی وقتی یه سوال رو آره. ما همه همون مدیر آره. پروژه هم که اینجا نشستیم دیگه خودت بهتر از همه میدونی خودت اینفورمیشن ها و دقیقاً دیتا هایی که داره میاده شد تو تو ذهنت همه رو داری تو خودت یه بالا آه. پای میکنی خودت میدونی ضعفت کجاست دقیقاً آه. نیازی نداری به کسی بهت بگه شاید برای قوت قلب میپرسی نمیدونم چرا این کار میکنی ولی به حال انیوی anyway, به نظر آه. من تو خودت جواب همه ماجرا رو میدی با. دوستان که موفق و بشه. کسی دیگه سوال نداره مجید سوال داری؟ اوک هر کسی دیگه سوال نداره من خدافظی میکنم شبتون خوش ممنونم خسته نباشید بار